در قسم 108 میبینیم که سلما با مادرش به چوکروا آمده در تمام شهر دمیر را جستجو میکنند. وقتی که میفهمند که دمیر بدرک شده است، به نزد زلیخا میآیند. آنها از زلیخا میخواهند که مبلغی که دمیر هر ماه برای ما روان میکرد، آن مبلغ را پرداخت کند. زلیخا میپرسد که کدام مبلغ؟ آنها میگویند که در گذشته دمیر پنهانی با خواهر حاکان هولیا عشق ورزی میکرد، اما پس از خیانت دمیر هولیا خودش را از آشیانه چارم به زمین پرتافت و معیوب شد. زلیخا پس از شنیدن این خبرها به شهر ازمیر میرود تا با دوست داشته پیشینه دمیر از نزدیک شناس شود. اما حاکان برای آن که نقشه هایش برباد نرود با سرعت خودش را به نزد زلیخا می رساند، لیکن زلیخا را از راهش برگردانیدن نمی تواند و مجبور می شود با هم به ازمیر بروند. حاکان خواهرش هولیا را با زلیخا شناس می کند و همه این نامه های عاشقانه دمیر و هولیا را به او نشان می دهند. حاکان باشد طور رفتار می کند که تا زلیخا کی بودن او را نفهمد. زلیخا پس از دیدن نامه ها به گذشته فکر میکند و خود به خود میگوید که اشتباه کردم که به دمیر عاشق شدم. دمیر همان شخصی بود که زندگی یولمز را جهنم کرد و باعث بدبختی من و یولمز گردید. زلیخا هنگام اشک ریختن به حاکان پناه میبرد و به او نزدیک شده او را آغوش میگیرد و عشق زلیخا و حاکان از همینجا شروع میشود. در قسم های فصل سیوم این سریال دمیر بدرک شده بود و فصل سیوم با معمای گم شدن دمیر به آخر رسید. همان زمان ها آوازه ها پخش شد که دمیر یامان در فصل چهارم اشتراک نمی کند و مورد یونالمیش اجرا کننده نقش دمیر هم در اینستاگرامش با مخلصان سریال روزگاران در چوکروا خیرخوشی کرد. اما بعدن خبرها پخش شد که دمیر در آخرهای فصل چهارم برمیگردد و جنگ خونین بین دمیر و حاکان رخ می دهد. اما در قسم 107 می بینیم که دمیر کشته شده است و کار او برای همیشگی در این سریال به پایان رسیده است. در این قسم می بینیم که عبدالقادر دمیر را کشته و جسد او را در یخدان پنهان کرده است. هنوز معلوم نیست که عبدالقادر چی مقصد دارد و حالا هم زنده یا مرده بودن دمیر انیقا معلوم نیست، چون که چهره آن جسد را در فیلم نشان نمی دهند. برای فهمیدن این باید انتظار شویم تا قسم های دیگر نشر شوند.